با سلام و وقت بخیر، محصلین گرامی، در جلسه پنجم از مضمون حبوبات به خدمت شما قرار دارم. در ارتباط به موضوع جلسه گذشته که روی تیه زمین، تیه بذر مناسب، زمانهای کشت، کشتهای مخلوط یا کشتهای همراه صحبت کردیم، در این جلسه هم موضوعات روی آبیاری، روی تناوب و همچنین روی تثبیت نایتروژن که یکی از فاکتورهای خیلی مهم و اساسی در حبوبات هست با هم صحبت میکنیم. آبیاری، ما گفتیم حبوبات از جمله نباتات هست که با آب کمتری نیاز داره و رطوبت کمتری نیاز داره. حتی بعضی از حبوبات که بخصوص عدس و نخود ما در شرایط للمی هم کش میکنن، در شرایط بی آبی، در شرایطی که مقدار رطوبت خاک کاملا کم هست، بستگی به آبیاری نداره. تنها از نزولاتی که در زمستان سرازیر میشه و به خاک ذخیره میشه، از رطوبت مقدار آب یا مقدار رطوبت مورد نیاز خود تأمین میکنن. بنابراین بعضی از حبوبات در شرایط آبی و بعضی هم در شرایط للمی و در مجموع ما حبوبات از جمله نباتات میگن که در مقابل کم آبی از خود مقاومت زیاد نشان میدن، چون مقدار ریشه های عمیق زیادتر دارن، بنابراین از عمق زیادتر از خاک مواد غذایی، مواد خصوصا رطوبت و آب را به دست میارن. اولین آبیاری حبوبات قبل از کشت یا بلافاصله پس از آن انجام میشه. ما روش های کشت از لحاظ تامین رطوبت را گفتیم که به دو روش ما نبات را کشت میکنیم، یکی به حالت خشک زمین را آماده کرده، به حالت خشک بذر به خاک علاوه کردیم، بعد آبیاری میکنیم، و هم قبل از کشت زمین را آبیاری کرده. در زمانی که با حالت وتر قرار میگیره، زمین را شخم زده یا بالاخره زمین آماده کشت با حالت وتر، بعد بذر را پاش داده در خاک وتر روی از یک ماله کشیده میشه تا مقداری از خاک روی سطح بذر قرار بگیره و نیاز به آبیاری دوباره نیست، چون مقدار مورد نیاز رطوبت در خاک تامین کرده. اونان روش های کش از لحاظ تامین رطوبت به دو قسم است، خاک خشک و خاک وتر یا خاک مرطوب. اگر خاک مرطوب باشه نیاز به آبیاری نیست، با بذر پاش دادیم یک ماله کشیده میشه. در صورتی که اگر خاک خشک باشه، باید بعد از کشت حبوبات خاک را آبیاری بسازیم یا سلینر آبیاری بسازیم. اولین آبیاری حبوبات قبل از کشت یا بلافاصله بعد از آن انجام میشه، بسته بر روش کشتی که ما انجام دادیم. تعداد آبیاری بسته به فواصل و شرایط خاک و اقلیم و حتی نوع حبوباتی که ما کشت کردیم یا نوع نباتی از خاندان حبوباتی که ما کشت کردیم بستگی داره. در صورتی که اگر ما نخود در کشت کرده باشیم، مقدار آب خیلی کمتر، زمانهای متفاوت نسبت به آبیاری لوبیا نیاز داریم. در شرایط گرمسیری مدار در روز در مناطق مرطوب 15 روز، در صورت که اگر هوا گرم هست در رنج در فاصله در روز یک آبیاری انجام میشه. در مناطق که اگر هوا مرطوبه، مقدار رطوبت هوا زیادتر هست، در صورت که رطوبت هوا زیادتر باشه تبخیر و تعرق کمتر صورت میگیره، بنام مقدار رطوبت دیرتر از سطح خاک تبخیر میشه. در امریکا لوبیا سفید 9 بار در طول دوران کاشت و برداشت آبیاری میکنند، طوری که در قلات ما 5 بار طور اساسی شرایط حساس آبیاری هست، شرایط مورد نیاز آبیاری هست. در امریکا هم 9 آبیاری در زمان کاشت و برداشت نیاز هست که آبیاری باشه. موضوع بعدی در قسمت تناوب باید آشنایی پیدا بکنین که در تناوب حبوبات نقش خیلی مهم و اساسی همراه با
که نباتات دیگر دارند، چون مواد غذایی زیادتری به دسترس خاک قرار میدن، در بخصوص در زمانی که اگر ما به شکل علوفه‌ای حبوبات را کش کرده و خاک علاقه کرده و نبات بعدی را کش بکنیم، مقدار عمل کرده نبات بعدی ما به مراتب افزایش میده. بنان در زنجیری تناوب زراعتی حبوبات نقش خیلی مهم و اساسی داره، که در شروع تناوب چند سالی که ما ایجاد کردیم یا طرح تناوب ایجاد کردیم، در شروع تناوب باید ما از حبوبات در نظر بگیریم که حبوبات در شروع یا در اوسط یا بعد از نباتی که مواد غذایی زیادتر نیاز داره قبل از آن کش بکنیم حبوبات، و بعد از اون نباتی که توقع بیشتری از خاک داره، مواد غذایی توقع زیادتری داره، بعد کش بکنیم. در تمام اقلیم ها حبوبات در تناوب با غلات قرار میگیرن. اگر ما کشتی از غلات متفاوت داشته باشیم، گندم داشته باشیم، جو داشته باشیم، ارزان داشته باشیم، شالی داشته باشیم، سرگرم داشته باشیم، همراه با غلات میشه که شکل معمول آن این هست که در زنجیری تناوب غلات ما بیاین از حبوبات هم استفاده بکنیم. در هندوستان قبل از برنج، جواری، گندم و ارزان افریقایی غلات را کش میکنن، بعد میارن برنج را کش میکنن، جواری را کش میکنن، گندم را کش میکنن، ارزان افریقایی را کش میکنن، در شروع از حبوبات استفاده میکنن. مواد غذایی تامین کرد، از لحاظ مواد عضوی خاک به حد مطلوب قرار گرفت. منان کشتای بعدی که از مشخصه نیازمندی های نبات ما به مواد غذایی و همچنین مواد عضوی خاک هست، بستگی زیادتر به مواد داره کشت می کنه. تحقیقات نشان می داد که برای این پس از ماش کاشتشه در مقایسه بعد پس از آیش افزایش می داره. یکی از روش هایی که در دیاپین دارن، چند سال زمین را کش میکنن، یک سال آیش نگاه میدارن. آیش یا فالو بدون کش نگاه داشتن یک زمین هست که ما چندین سال زمین را کش میکنیم، یک سال آیش نگاه میدارن. یا هم اگر ما بعضی از دیاپین که زمین زیادتری دارن، سال در میان یک زمین را آیش نگاه میدارن. آیش نگاه داشتن اصل مقصد آن در شرایطی که خوش مواد مقدار رطوبت کم هست، خوش سیلی هست، ما میخواییم که مقدار رطوبت ذخیره بسازیم در خاک، مبارزه بکنیم با علفهای هرز، خاک را اصلاح بسازیم. اصل هدف آیش این هست، نه که ما بلا استفاده تنها بلا استفاده نگاه بداریم. ما رسیدگی دیگه در زمان آیش به زمین آیش نگاه داشته شده نکنیم، چنین نیست. مران بعد رسیدگی به خاک بشه، خاک را زیر رو بسازین، خاک علفهای هرز از بین ببرین، خاک را اصلاح بسازین، رطوبت خاک را افزایش بدین. مران یکی از موضوعاتی که مربوط به آیش هست. اگر تحقیقاتی که چنین نشان داده که اگر ما زمین را آیش نکنیم، بیاین در زمانی که مرحله آیش نگاه داشتن زمین بیاین ماش کش کنیم، آید زیادتر می سازه خود محصول یا عمل کردن نبات بعدی ما و مراتب افزایش میده نسبت با آیش نگه داشتن. در مناطق گرمسیر افریقا حبوبات در ابتدای تناوب با جواری، با برنج، با سرگرم قرار میده. ما گفتیم که حبوبات اکثرا در تناوب با غلات قرار میدن، در شروع تناوب غلات از حبوبات استفاده میشه. حبوبات به منظور کد سبز پس از غلات، محصول غلات 50-100% افزایش میده، یعنی دو چند مثال. اگر ما سخر و گندم را از یک جریب گرفتیم، مرحله اگر ما بیاییم خود حبوبات را کش بکنیم، محصول ما یا عمل کرده گندم ما به 5-6 خروار میرسونه، به 4 خروار میرسونه، برای مقدار محصول افزایش میده. تناوبر نباید از یاد ببرید. در نواحی معتدله و نیمه گرمسیری لوبیا پس از گندم زمستانی، لبلبوی قندی، کچالو و دیگر نباتاتی که تمرینه پاک کردن خاک از علفهای هرز دارن میکارن.
بنان خود لوبیا از جمله حبوباتی که علفهای حرز حساس تر هست. بنان اگر منظور ما مبارزه با علفهای حرز باشه، میان کشتهای ویژینی یا نبات ویژینی رو کشت میکنه. نبات ویژینی یا نبات خشبی نباتات پاکننده زمین از لحاظ علفهای حرز هستند. نباتاتی که با شکل جوی پشتی است کشت میکنن، نباتاتی که خاکورزی زیادتر نیاز دارن، لبلبو، کچالو، اینا توانه پاک کردن زمین از علفهای حرز دارن. منان پس از آن میشه که ما لوبیا که نیاز به مبارزه با علفهای حرز داره استفاده بکنیم، خاک را پاک کردیم و دست رس حبوبات قرار داریم. در مناطق نیمه گرمسیری امریکا پس از پنبه توصیه به کشت لوبیا چشم بلبلی میشه، چون خود پنبه هم از جمله گیاهان ویژینی یا خشبی هست، یک گیاهان پاک کننده زمین هست. بنابراین ما میایم نبات حبوبات را کش میکنیم. پس از کیله و نباتات غده‌ای لوبیا چشم بلبلی، ماش و یا لوبیا سفید کشته میشه، محصول افزایش میره. در صورتی که ما بعد از کیله و نباتات غده‌ای فرزان هم نباتات که ما قده ای آن استفاده میکنیم، فرسان اگر ما کچلی در نظر بگیریم که شکل تیور هست یا شلغم و زردک را کش بکنیم، بعد از او بیاین لوبیا را کش بکنیم، افزایش عمل کرده به قبال داره. در حبوبات در کشورهای جنوب آسیا که بیشتر عرضی تحت کشت برنج و گندم هست، معمولا پس از قلات ماش و نخو در کش میکنند. در افغانستان هم چنین هست، بعد از کشت گندم و خصوصا حبوبات کش میشه، خصوص ماش بعد از گندم شکل معمول دیابین هست که کش میشه. خب تنوع زیاد مهم هست، باید تنوع در نظر گرفته و در طرح تنوع حتما باید حبوبات استفاده بکنیم، مواد غذایی خاک را افزایش دادیم، خاک را اصلاح ساختیم. در صورتی که از غلات استفاده میکنیم در شروع تنوع، در صورتی که از گیاهان ویژینی و خشبی استفاده میکنیم بعد از این نباتات، بعد در اخیر تنوع با آن میاییم از کشت حبوبات استفاده میکنیم. جمع‌آوری خود حبوبات معمولا به شکل دستی هست و برای شای متفاوت در زمانهای متفاوت جمع‌آوری میشه. اگر منظور ما به شکل سبز باشه و به شکل تازه باشه، حتما در زمانهای مختلف بعد از شروع بستن پله ها، نیمه پخته شدن پله ها تا ختم دوره گلدهی جمع‌آوری میکنین. در صورتی که اگر هدف بذر خوش شده و بذر رسیده باشه، به یک بارگی در زمان که مقدار رطوبت به حد پایین تر قرار گرفته و بذر پخته شده، از لازم مواد غذایی تکمیل شده، برداشت بیرد میگیره، به طور کاملا رسیده، تمام حبوبات به طور همزمان نمیرسه، جمع‌آوری همزمان نمیشه. همه حبوبات چنین خصیصیت نداره. ما گفتیم فسیلی ها به یک زمان نمیرسه. اگر فسیلی بعض و فسیلی یا لوبیای خواسته باشیم جمع‌آوری کنیم، بعد به زمانهای متفاوت بذرهای خوش شده یا پلی های خوش شده جمع‌آوری بکنیم، به یک بارگی نمیشه، چون از یک طرف پلی در حال رسیدن هست و از طرف دیگر بعضی از شاخچه ها گل تولید کرده و زمان پسانتر به بذر میشینه، بالاخره پخته میشه، تا زمان برداشته از یک فاصله طی میکنه. جمع‌آوری نخود سبز، لوبیای سفید و سبز آسان تر هست، در مرحله رسیدگی کامل جمع‌آوری میشه. اونهایی که در مرحله رسیدگی کامل جمع‌آوری میشه، ساده تر و مقرون به صرفه تر هست از آنهایی که به زمانهای متفاوت میرسه و باید نیروی زیادتر داشته باشیم تا جمع‌آوری به صورت طولانی تر انجام بشه. مدت زمان لازم برای پخته شدن آن طولانی هست. اونایی که
زمانهای متفاوتی از گلدهی تا زمان پخته شدن دارن. لوبیا سبز برای تولید بعضی قسمت از همه غلاف ها زرد شده بذرها سخت میشه، نیاز هست که خود پله ها رنگ آن از حالت سبز به حالت زرد شدن و از دست دادن رطوبت بگرایه و بعد مقدار رطوبت کاهش پیدا کنه در بذر در پله ها، بذر سخت بشه زمانی که ما میتونیم جمعوری وری بکنیم. لوبیای سفید 75% غلاف ها باید رسیده باشه که بشه جمعوری کرد. ترکیب خود بذر لوبیا، مقدار آب 3.9% یا 9 گرم در 100 گرم، مقدار پروتئین 4.2، شحمیات 2، کربوهیدرات ها مقدار کمتر 1.5 و مواد سلولوزی یا مواد فایبری 0.1. مقدار پروتئین زیادتری در 100 گرم لوبیا وجود داره. تثبیت نیتروژن که یکی از جمله فاکتورهای خیلی مهم در خانواده حبوبات هست و مقصد از آن افزایش مواد غذایی خاک هست که توسط قدرات که در ریشه حبوبات ایجاد میشه مواد غذایی افزایش میده و مواد غذایی خود نیست تامین میکنه. حبوبات به کمک انواع خصوصی از رایبوزیوم، رایزوبیوم ها یا برادی رایزوبیوم ها نتیجه اتمسفیر در گره ها تثبیت میکنه و قسمت از همه نتیجه تامین میسازه. قدوات رایزوبیومی که نام خود باکتری هست، باکتری رایزوبیوم یا رایزوبیوم باکتری ها هست که ایجاد میشه وی باعث یک کارخانه برای تولید تبدیل نیتروژن آزاد هوا به نیتروژن مورد استفاده نبات هست و به دسترس نبات قرار میده. مجموعه مراحل برای نمویی در گره بقولات وجود داره که مرحله اول تکثیر باکتری های رایزوبیوم در مجاورت سطح ریشه هست. رایزوبیوم باکتری تکثیر میشه، تعداد زیادتر از این رایزوبیوم در اطراف ریشه ایجاد میشه، بعد خود از این باکتری ها به سطح ریشه میچسبه. وقتی که به سطح ریشه چسبید در خود ریشه به خصوص در قسمت نوک ریشه که ریشه در حالت جوانه هست، در حالت رادیکال هست، در نوک ریشه انشابات ایجاد میشه و باعث پیچیده شدن خود نوک ریشه و در مجموع قسمتی از ریشه میشه. بعد تشکیل رشته ها به داخل ریشه سرایت میکنه، از داخل قدوات که ایجاد شده، از داخل قدوات این رشته ها در داخل ریشه وارد میشه و تشکیل یک مریستیم یا یک گیره ایجاد میشه. بعدا نمو و تمایز گیره ها در تمام سطح گیره در تمام سطح ریشه ایجاد میشه و تکثیر و آزادسازی باکتری رایزوبیوم به داخل خود ریشه آغاز میافه در تمام سلول های ریشه و تولید نیتروژن مورد استفاده تیه میکنه و این خود حفظ و ادامه عمل گره ها هست. هرچی که ریشه تولید میشه به متناسب قدوات ایجاد میشه، این قدوات نتیجه رو نصب میکنه و داخل خود سلول های ریشه پخش میشه و دسترس قسمت های مورد استفاده نبات قرار میگیره. هر گونه کاهش در میزان فتوسنتز کاهش نتیجه به دنبال داره. مقدار
برگ و باش حتما باید تامین بشه، برگ و باش نباید از روی شاخچه ها از بین بره یا ضایع بشه یا کم بشه، در صورتی که اگر ما مقدار خود برگ در گره ها در شاخ بال کم تر داشته باشیم، یعنی مقدار فوتوسینتز کم تر بشه، مقدار تثبیت نتروژن در خود نبات کم میشه. مهمترین عوامل کاهش عملکرد حبوبات در افغانستان، چه عواملی باعث کاهش عملکرد حبوبات در افغانستان شده؟ عدم وسایل کافی و یا استفاده از تجهیزات نامناسب و قدیمی برای پیشبرد عملیات زراعتی. ما وسایل کافی برای یا تجهیزات کافی برای کشت حبوبات نداریم. وسایلی که استفاده میشه اکثرا قدیمی هست، محلی هست، به این شکل ما نمیتونیم مقدار ساحه وسیعی کش بکنیم، زمین به صورت درست آماده بسازیم، بذر به صورت درست تولید بکنیم و برداشت را همچنین. نامناسب بودن و مقدار بذر برای کشت و در نتیجه حاصل نشدن تعداد بوته در فیوای دستت که از جمله مشکلات هست. مقدار بذری که ما بود از استفاده میکنیم بعض محلی هست، قدرت جوانزینی پایین داره. نامناسب بودن زمان کشت در برخی بیوات مانند نخوت رعد است که در نتیجه نبات در دوره زایشی خود با تنش خشکی مواجه میشه. یعنی ما در زمان گلدهی گفتیم که نیاز به در زمان جرم نشان، در زمان گلدهی حتما باید رطوبت تامین بشه که در افغانستان یک امر است که اتفاق نمیفته. اکثرا حساسیت برخی از انواع به بیماری ها هست، چون برق زدگی و پژمردگی فیزیکی و مبارزه هم نمیشه. موجودیت بعضی از علف های هرز که در زمان کاشت نیاز هست، در زمان اولی رشد حبوبات باید مبارزه باشه که در صورت ساحات وسیع ما کشت بکنیم، در شرایط للمی و یابی در کشت بکنیم باید مبارزه با علف های هرز باشه. موجودیت حشرات زیان‌آور خصوصا حشراتی که ریشه خار هست یا ساق خار و برگ خار هست زیان میرسه. استفاده نامناسب از کتها توسط زارعین هست که یا استفاده نمیکنن به صورت کامل یا استفاده میکنن نیازمندی های خود نبات در نظر نگرفته و مقدار نامناسب یا کم یا زیاد استفاده. از عوامل ذکر شده باید جلوگیری بشه. مدیریت آفات و امراض حتما باید ما داشته باشیم. در مقابل آفات و امراض و گیان هرس باید مبارزه بشه. از لحاظ میخانیکی خاکر باید ما کاملا آماده بسازیم، حفظ مراقبت کامل داشته باشیم، همون شرایط کاشت و داشت و برداشت کامل باید به صورت فنی و حرفه‌ای و مورد نیاز و مطلوب نبات رو باید در نظر بگیریم. روش های پیشگیری میخانیکی رقابتی، زرایی، بیولوژیکی و کیمیاوی از روش های متفاوت برای افزایش یا بلند بردن مقدار حاصلات در نظر بگیریم. این بود موضوعاتی که در جلسه 20 در جلسه 5 هم رو با شما بحث کردیم. باعث باشید.